انتخاب خب صحبت که شما کردین و مطالبی که مطرح کردین واقعیت و در جهان اتفاقاتی داره میافته اتفاقات هولناکی داره میافته و این میتونه تبدیل به حوادث بسیار خطرناکی بشه خب شما به سوریه اشاره کردید و شما به این مطلب اشاره کردید که امروز دو نیروی اساسی در واقع در جهان تو قدرت اساسی در جهان یا بزرگ جهان مانند روسیه و آمریکا در مقابل هم سفارایی دارن میکنن در سوریه شما به کره شمالی اشاره کردید که کره شمالی هر زمانی این پتانسیال رو داره که تبدیل به جنگ هسته‌ای بشه در واقع کره شمالی از سلاح‌های هسته‌ای اگه در اختیار داشته باشه که ادعا میکنه در اختیار داره استفاده بکنه این خطر بزرگی است که دنیا رو داره تهدید میکنه و خب خطراتی که از طریق جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منطقه رو تهدید میکنه اینم هم خطری است که میتونه باعث جنگ های بعدی در ایران بشه جنگی در ایران بشه و باعث این بشه که منطقه به آتش کشیده بشه خب از همین منطقه شروع کنیم نقش ایران در سوریه نقش بسیار بسیار نگران کننده است شش سال گذشته چهار سال جنگ سوریه همزمان با دولت آقای روحانی بوده و ما شاهد این هستیم که به ترکیب حضور مدافعان حرم که در زمان آقای احمدی نژاد مخفیانه بود پنهان می شد دولت جمهوری اسلامی مشخصا می گفت ما نقشی در حوادث سوریه نداریم در دولت آقای روحانی علنا اعلام میشه که ما در مسائل سوریه دخالت داریم مشخصا داریم از آقای اسد حمایت می کنیم و فعالیت های گسترده چرا جامعه ایران نسبت به سوریه بی احساسه چرا جامعه مردم ایران از آقای روحانی یا هر کاندیدای دیگه نمیپرسه که نقش شما در سوریه چیست و چه برنامه‌ای برای خروج از سوریه یا ادامه حضور نظامی جنایتکارانه در سوریه دارید سوالی که مطرح میشه در واقع به نظر من جوابش این خواهد بود که جامعه ایران از نقش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و حتی جنایت های هولناکی که سپاه پاسداران در سوریه بر علیه مردم سوریه کرده اطلاع کافی داریم ولی ما با جامعه ای در ایران روبرو هستیم با مردم روبرو هستیم که با مشکلات عظیم اقتصادی روبرو هستند امروز آشفتگی اقتصادی در ایران تسلط داره باید به این مطلب اشاره بکنیم که بعد از تحریم ها در واقع درآمد نفتی ایران که زمانی 118 میلیارد دلار بود در سال 2011 به 30 میلیارد دلار تخفیف پیدا میکنه کاهش پیدا میکنه خب در زمانی که ایران احتیاج به 80 میلیارد دلار برای واردات داره شما فقط 30 میلیارد دلار در اختیار دارید دولت ایران 30 میلیارد دلار در اختیار داره و این امکان وجود نداره که بتونه مثل سابق واردات خودش رو 80 میلیارد دلار واردات رو انجام بده و در واقع احتیاجات روزمره مردم رو تحمیم میکنه ما در شرایطی قرار داریم که همکنون بیش از 20 میلیون از مردم ایران در حاشیه شهرها در فقر زندگی میکنن ما در شرایطی قرار داریم به گفته خود رهبران جمهوری اسلامی 13 میلیون کارگر در فقر زندگی میکنه یعنی موقعی که از 13 میلیون کارگر صنعتی و کارگر تولیدی در ایران صحبت میکنیم باید به این مطلب اشاره بکنیم که طبق برآورد خود رژیم جمهوری اسلامی هر کارگری در یک خانواده چهار نفری زندگی میکنه یعنی در حدود 52 میلیون از مردم ایران در فقر زندگی میکنن مردم با این مشکلات عظیم روبرو هستند و طبیعتا کمتر در بویژه در رابطه با زمان انتخابات و مبارزه انتخاباتی کمتر توجه به سیاست خارجی ایران دارند آن چیزی که در سوریه انجام میگیره در سوریه سوریه بسیار دور از ایران آن چیزی رو که مردم احساس میکنن هر روز احساس میکنن در واقع این فقر فقر جوانان فقر مطلق مردم ایران هزارها و ده هزار و صدها هزار کودکی است که به خیابون ها فقر کسانی است که در گورستان ها این واقع و کمتر در این مورد صحبت میشه و تعیین کننده هم در انتخابات و مبارزه انتخاباتی با این مشکلاتی که مردم دارن در واقع اقتصاد ایرانه توست. این این فروهاشایشی اقتصاد و به خاطر همین هم است که رهبران جمهوری اسلامی سعی میکنن سیاست خارجی رو به کنار بذارن برای که اون مشکل زاست اگه بخوان در اون مورد صحبت بکنن اگه بخوان در این مورد صحبت بکنن که سالانه چندین میلیارد دلار و حتی صحبت از این میشه 6 میلیارد دلار دولت ایران و رژیم ایران در سوریه هزینه داره خود طبیعتا مردم خواهند پرسید موقعی که در ایران فقر مطلق وجود داره چرا رژیم ایران 6 میلیارد دلار در سوریه آقای دکتر دانش عزیز همین نکته است ما طرف میگیم مردم با فقر رو به هستند بعد از اون ور طبق آمارهایی که تخمینی هم هست همونجوری که شما گفتید 6 میلیارد دلار کمک ایران به دولت سوریه است و علاوه هزینه هایی که برآورد میشه قریب به 9 میلیارد دلار در سال یعنی 15 میلیارد دلار یک چهارم اگر به نسبه بگیریم که درآمد خالص نفتی ایران 60 میلیارد دلار هست یک چهارم درآمد ایران داره در سوریه در سال خرج میشه و خب این سوالی است که من شهروند ایرانی حق دارم از آقای حسن روحانی یا هر کاندیدای دیگری بپرسم که تو چرا این هزینه رو بجن که خرج من بکنی در سوریه خرج میکنی و برنامت برای سوریه چیه نکته اینجاست که عدم توجه مردم به سوریه به دلیل فقر آیا دلیل قابل توجه قابل قبولی هست یا باید دنبال علل دیگری در پشت این ماجرا گشت ببینید دلیل قابل قبولی نیست یعنی در واقع است مردم ایران و به ویژه کسانی که در فقر مطلق قرار دارن باید به این مطلب توجه بکنن که نه تنها سیاست داخلی ایران و سیاست اتمی ایران باعث این فاجعه در ایران شده با تحریما باعث فاجعه در ایران شده بلکه سیاست خارجی هم باعث فاجعه شده یعنی در واقع نیروهای سپاه پاسداران و چندین هزار نفر نیروی سپاه پاسداران در جنگی می جنگن که این جنگ جنگ مردم ایران نیست جنگ در واقع بشار اسد با مردم خودشه یا جنگ مردم سوریه با رژیم جنایتکار بشار اسد این مربوط به مردم ایران نمیشه ولی خب متاسفانه همونطوری گفتم در یک شرایط بسیار بحرانی و از اونجایی که تمام دستگاه های تبلیغاتی و دستگاه های مطبوعاتی در اختیار رژیم جمهوری اسلامی است در این مورد کمتر صحبت میشه و مردم این امکان رو پیدا نمی کنن که در این مورد به ویژه از طریق رادیو تلویزیون به طور مثال سیما و رادیو ایران تلویزیون و رادیو ایران یا از طریق مطبوعات ایران روزنامه های رسمی ایران بتونن نظرشون رو مطرح بکنن و اعلام بکنن و ما بینیم کمتر مردم در این مورد صحبت میکنن طبیعتا موقعی که مردمی در یک چنین بحرانی قرار دارن و خشکسالی نیمی از ایران رو در بر گرفته به این مطلب اشاره بکنیم هزارها ده در واقع در معرض خطر خشکسالی است میلیون ها دهقان از دهات ایران خارج شدند و رژیم ایران در واقع هیچ گونه طرحی برای مقابله با این خشکسالی نداره نهارد. این واقعیتی است که در ایران وجود داره طبیعتا در این واقعیت بسیار وحشتناک و مخوفی که وجود داره شما کمتر صدای میشنوین که اعتراض بکنن به سیاست جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور نه تنها در سوریه بلکه در یمن در عراق امروزی در عراق ایران نقش اساسی رو داره در کنار شبه نظامیان شیعه در عراق یا در یمن و طبیعتا این استدلال رو کاملا شما درسته این صحبت مطرح است که نباید مردم ایران چنین فکری داشته باشن باید اعتراض بکنن ولی خب در یک شرایط بسیار بحرانی و خطرناک در واقع کمتر کسی به این مطلب اشاره میکنه یا توجه میکنه در داخل ایران خب پیروزی اسلامگراها در ترکیه فاز جدیدی از گفتمان سیاسی رو در این کشور رقم زده گفتمانی که دست کم در میان مردمی که در داخل ایران هستند در همین چند روزی که از انتخابات و اعلام نتایج رفراندوم ترکیه گذشته میگن که ترکیه جای وایساده داره رای میمونه که ما 40 سال پیش از این رفتیم و به این بدبختی رسیدیم فکر میکنید تا چند اندازه رفراندوم ترکیه و شرایط جدید در ترکیه در داخل ایران و در سیاست‌های انتخاباتی داخل ایران تاثیر باشه آقای دکتر ببینید شما به یه مطلب بسیار حساسی اشاره میکنید این سوال بسیار حساسی. یعنی در واقع تاثیر رفراندوم ترکیه بر داخل سیاست داخلی ایران و به ویژه نفوذش در مردم ایران شما به درستی اینو مطرح میکنید که روسیه در ترکیه در مرحله قرار گرفته که ایران این مرحله در 40 سال پیش در واقع واردش شد یعنی رژیم جمهوری اسلامی و امروز آقای اردوغان در این جهت داره قدم برمی‌داره ببینید اساس قانون اساسی در هر جامعه‌ای باید باعث وحدت مردم جامعه بشه ولی با اتفاقی که در ترکیه افتاده در واقع با انتخاب این قانون اساسی ببینید انتخاب بین رقبای رؤسای جمهور در داخل ترکیه نبود در واقع آن چیزی که در ترکیه اتفاق افتاده قانون اساسی جدید ترکیه است که میتونه برای پنجاه سال آینده این قانون اساسی وجود داشته باشه و در این قانون اساسی در واقع اون وحدتی که باید بین مردم ترکیه وجود داشته باشه، این وحدت از بین رفته شکاف عظیمی وجود داره یک بار دیگه به این مطلب اشاره بکنم این انتخاب ریاست جمهوری نبود انتخاب قانون اساسی جدید ترکیه یعنی حذف نظام پارلمانی و جایگزینی نظام ریاستی چیزی که آقای خامنه‌ای برعکسش رو میخواد در ایران میگه ما رئیس جمهور رو ور داری و نظام پارلمانی ایجاد کردیم درست کاملا کاملا ببین اون چیزی که در ترکیه اتفاق افتاده در از سال 1923 تشکیل جمهوری ترکیه سابقه نداشت یعنی تمام نکات مهم قانون اساسی که مثبت بوده و یک دیکتاتوری رو جلوش می گرفته و اجازه نمیداده شخصی مانند اردوغان دیکتاتور مطلق اسلامی این کشور بشه من اسلامی رو اضافه می کنم دیکتاتور مطلق اسلامی این کشور شه. در قانون اساسی سابق وجود نداشت به خاطر همین قانون اساسی سابق و بیش از 75 درصد مردم ترکیه رأی داده بودند امروز در ترکیه بیش از 51 درصد بیشتر به این قانون اساسی رأی ندادن در واقع 49 درصد مخالفن این نشون میده این شکاف عظیمی که در داخل ترکیه با این قانون اساسی به وجود آمده و این تاثیر عظیمی رو در ترکیه خواهد گذاشت من به چه چند مطلب اشاره بکنم بعدم به سوال شما جواب بدم ببینید همکنون پارلمان ترکیه دیگه نقشی نداره این آقای اردوغان که کابینه رو تعیین میکنه, میکنه، وزرا رو تعیین میکنه این آقای اردوغان که تمام قضات این کشور رو انتصاب میکنه انتخاب نمیشد. این آقای اردوغانه که دیوان عالی کشور رو انتخاب میکنه این آقای اردوغانه که رؤسای پلیس و تمام کارمندان عالی رتبه آینده این کشور رو تعیین میکنه این آقای اردوغانه که در واقع معاونین خودش رو هر چندی که بخواد تعیین میکنه در واقع پارلمان دیگه نقشی نداره در سابق به این ترتیب بود کسی که رئیس جمهور بود اجازه نداشت رئیس حزبی هم باشه ولی آقای اردوغان آمده ادغام کرده هم رئیس حزب عدالت و توسعه است یعنی قدرت در واقع در حزب خودش داره و توسط حزبش میتونه مردم مهاری بکنه هم رئیس جمهوری است که قانون اساسی جدید به یک چنین قدرت عظیمی رو در اختیارش میذاره و من شکی ندارم که آقای اردوغان طبق قانون اساسی جدید تا سال 2034 توجه بکنید انتخابات بعدی ریاست جمهوری در ترکیه در سال 2019 است آقای اردوغان میتونه طبق قانون اساسی جدید پانزده سال دو بار میتونه به طور رسمی رئیس جمهور بشه و این استثنا وجود داره برای بار سوم انتخاب بشه یعنی برای پانزده سال تا سال 2034 رئیس جمهور این کشور باشه خب میتونید خودتون حد بزنین موقعی که در زمان مدت کوتاهی آقای اردوغان چهره در واقع سیاست این کشور را تغییر داده از دموکراسی به طرف دیکتاتوری حرکت کرده در 15 سال آینده ما در ترکیه چه خواهیم داشت طبیعتا این تاثیر داره در ایران و طبیعتا مردم ایران به این فکر میافتن چه اتفاقی افتاده که امروز یکی از کشورهای مهم در واقع ناتو یعنی کشور مهم ناتو در بخش جنوبی ناتو عضو ناتوس میاد چنین اتفاقی درش میافته و متاسفانه و رهبران غرب و رهبران آمریکا حتی میان بهش تبریک هم میگن پیروزیش تبریک میگن و این تاثیر عظیمی در ایران خواهد داشت تاثیر منفی خواهد داشت و این تاثیر میتونه جنبه های منفی در ایران داشته باشه و باعث این بشه که مردم ایران در واقع از سیاست و مبارزه کنارگیری بکنن من امیدوارم چنین چیزی اتفاق نیفته من امیدوارم هیچ زمانی چنین چیزی اتفاق نیفته درست برعکس مردم ایران در واقع تشویق بشن که بر علیه یک چنین پدیده ای نه تنها در داخل ایران بر در داخل ترکیه و در ترکیه هم مورد بکنن ولی این خطر وجود داره که مطرح کرده حالا به حال به تنز دست کم در فضای مجازی این شوخی مطرح هست که مردم در شهرهای کوچک و بزرگ میگن که تا حالا ما میرفتیم ترکیه گردش و تفریح حالا ترکا باید بیان به ایران گردش و تفریح یعنی این نگاهی که وجود داره <تص> از یک سمت هم این رو میخوام بهش اضافه کنم که توی این شرایط آیا انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران میتونه تحت تاثیر این رویداد قرار بگیره یا نه یعنی آیا پیامی در انتخابات ترکیه برای انتخابات اخیر ایران موجود هست یا نه یعنی؟ ببینید این پیام میتونه وجود داشته باشه ما میدونیم که ترکیه در این اواخر رقابت شدیدی با جمهوری اسلامی یعنی در واقع جمهوری شیعه اسلامی ایران میکرد و ترکیه در کنار کشورهای مانند عربستان سعودی، قطر و در جنای سنی قرار داشت و شدیداً با سیاست ایران در سوریه هم مخالفت میکرد و امروز هم داره مخالفت میکنه و طبیعتا این میتونه در شرایط کنون ایران هم تاثیر بذاره من به یک مطلبی اشاره بکنم که برای من بسیار جالبه در نو... دقیقه نود نامنویسی کاندیدای... کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران شخصی به نام اسحاق جهانگیری که معاون اول آقای روحانی رئیس جمهور کشوره و یکی از دوستان نزدیک آقای روحانی به گفته خودش و معتمد آقای خامنه رهبر جمهوری اسلامی است این استفیسی میکنه و وارد انتخابات میشه خب این میتونه دلایل مختلفی داشته باشه یکی از دلایلش میتونه رفراندوم پریروز ترکیه باشه که جمهوری اسلامی میخواد در واقع نشون بده ما اون راهی را که آقای اردوغان داره میره داریم به عقب به عقب برمیگردونیم یعنی در واقع در مسیر مخالف اون داریم حرکت میکنیم و داریم سعی میکنیم نقش ولایت مطلق فقیر را در ایران کم رنگ بکنیم یعنی با آمدن جهانگیری چنین مطرح خواهد شد که باید یک بار دیگه آقای روحانی انتخاب بشه یعنی جهانگیری برای رقابت و مبارزه با آقای روحانی وارد مبارزه نشده بلکه برای کمک و دفاع از آقای روحانی وارد مبارزه شده خب ما میدونیم که آقای جهانگیری شخصی است که فاجعه 8 ساله آقای احمدی نژاد رو به خوبی میشناسه اطلاعات کافی درباره غارت منابع ملی ایران سرمایه ملی ایران در سال در 8 سال جهالت احمدی نژاد میشناسه پرده اولی رو که بازی میشه آقای جهانگیری بازی میکنه یعنی جهانگیری به خاطر این وارد این برنامه شده وارد مبارزه انتخابی شده که از یک طرف بتونه بر علیه احمدی نژاد و طرفدارانش که وارد مبارزه انتخابی شدن و از طرف دیگه بر علیه اصولگرایان بسیار رادیکالی که با روحانی مبارزه میکنن و چنین مطرح میکنن که روحانی باعث در واقع آشفتگی اقتصادی ایرانه این میخواد این پرنامه اول بازی بکنه پرده اول بازی بکنه با این نظریات مبارزه بکنه پرده دوم خود آقای روحانی میخواد بازی بکنه پرده دوم به این ترتیبه که آقای روحانی در واقع اطلاعات کافی از جنایات های آقای ابراهیم رئیسی که خواست سپاه پاسدارانه سپاه پاسداران میخوان که ابراهیم رئیسی رئیس جمهورشه اینا این پرده دوم آقای خود آقای راهانی بازی میکنه برای که آقای راهانی به عنوان معمور امنیتی سابق کاملا آشنایی داره با شخص آقای ابراهیم رئیسی میدونه چه جنایت رو کرده میدونه در سال 1367 در دستوری که داد 5000 زندانی سیاسی را قتل عام کردن چه نقشی را آقای ابراهیم رئیسی بازی کرده و اگه ابراهیم رئیسی تا اون زمان عقب نشینی نکنه در مبارزه انتخاباتی و نیاد کنار در واقع به نظر من آقای روحانی این مطالب رو فاش خواهد کرد برای که انتخاب بشه من حتی معتقدم در این بازی که داره انجام میشه نه تنها الهام گرفته شده از رفراندوم ترکیه و رفراندوم ترکیه تاثیر گذاشته در این موازه به اصطلاح اصلاح طلبان در ایران و اونا معتقدند که در واقع با آمدن آقای روحانی یک بار دیگه با آمدن آقای روحانی میتونه خطر جنگ خونسا بشه ما میدونیم همین دو روز پیش آقای پومپئو مایک پومپئو رئیس سازمان سیاه جمهوری اسلامی رو تهدید کرد یک بار دیگه شدیدا تهدید کرد و چنین مطرح کرد که امروز در کاخ سفید آقای اوباما نیست رئیس جمهور دیگری ریاست میکنه این آقای پمپو میگه و به جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی اختار میده تهدید اونا رو میکنه که اگه شما توافق اتمی ایران را مو به مو اجرا نکنین ما اقدام خواهیم کرد البته آقای پمپو اینو مطرح نکنه نمیکنه که این چه اقدامی خواهد بود ولی طبیعتا موقعی که شما این پازل رو یعنی رفراندوم ترکیه رو تهدید آقای پمپو رو بمبی که در افغانستان منفجر شده بمب 11 هزار کیلویی برای اولین بار در افغانستان آزمایش شده این سوالی که حتما میخوام بل... بشه پردازم اگه یه ای دقیقه اینجا نگه داریم اون که من در تحلیل های برخی از کارشناسان امریکایی هم دیدم که این خبر در های فارسی خیلی منتشر نمیشه ولی اینجا صحبت میشه که تمایل آقای خامنه ای به استمرار دولت آقای روحانی وجود داره علی رغم تمام حرفایی که در داخل گفته میشه برای جایگزینی با رئیسی یا قالیباف ولی میگن همونجور که در دوره قبل آقای روحانی کلید حل مشکلات علی خامنه ای برای عبور از یک دوره بحرانی تحریم ها بود الان هم دقیقا همین نقش رو بازی میکنه آیا فکر میکنید این تحلیل به جاست یعنی واقعا بایستی با آقای روحانی به عنوان انتخاب اصلی علی خامنه ای به صورت پنهانی نگاه کنیم به نظر من چنینه به نظر من چنینه و من اینو تایید میکنم ببینید کمترین مشکل و آقای علی خامنه ای به عنوان رهبر در چهار سال گذشته با آقای روحانی داشته با تمام مخالفت ها و نیش هایی که آقای خامنه ای به دولت روحانی زد آقای روحانی در کنار خامنه ای موند کمترین مشکل و آقای خامنه ای با همطوری گفتم با آقای روحانی داشته ما میدونیم زمانی با آقای رفسنجانی مشکل داشت آقای خامنه ای و رفسنجانی تبدیل به شخصیت شده بود که در مقابل آقای خامنه ای بود بعدا خود احمدی نژاد که عروسک دست آقای خامنه ای بود مشکلات عظیمی رو برای آقای خامنه ای ایجاد کرده بود کمترین مشکل و امروز روحانی برای خود آقای علی خامنه ای به وجود آورده ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم ما در یک شرایط بحرانی و خطرناک جدیدی قرار گرفتیم ما با رئیس جمهوری در آمریکا روبرو هستیم که اون عملا حمله نظامی به سوریه کرد میگفت من هیچ حمله نمیکنم حمله نظامی کرد امروز رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ چنین مطرح میکنه که حمله پیشگیرانه به کره شمالی خواهد کرد امروز رئیس جمهور آمریکا در مدت 70 80 روزی که در قدرته میاد یک چنین بمب عظیم 11 هزار کیلویی رو در داخل افغانستان آزمایش میکنه یعنی در واقع اینها زیگنال هایی هستند برای رژیم جمهوری اسلامی برای سپاه پاسداران برای دولت کره شمالی برای بشار به ویژه سپاه پاسداران یعنی در واقع اون اتفاقی که در افغانستان افتاده زیگنال و اختاریز به سپاه پاسداران که ما وحشت وحشتی از سیلوهای و انبارهای موشکی شما در زیر زمین نداریم منفجر میکنیم نه. ما وحشتی یا ناراحتی از مخفیگاه های شما نداریم همه رو منفجر میکنیم به آقای خامنه ای چنین اختار میکنن زیگنال میدن که شما در هر منطقه ای که مخفی باشین ما میتونیم اونو منفجر بکنیم البته باید به این مطرح اشاره بکنیم سوال اینجا این مطرح از لحاظ تکنیکی که آیا این بمب های 11000 کیلویی رو کشتی های جنگی آمریکا قادرن در واقع پرتاب بکنن یا فقط توسط های باری یعنی آن چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد میتونن هم بکنن اگه واقعا این بم ها فقط توسط هواپیماهای باری و حتی توسط بمب ها قابل حمل نباشه مشکلات جدید به وجود میاد این بمبها قابل استفاده نیستن در افغانستان میشه استفاده کرد برای که دولت آمریکا و ارتش آمریکا اونجا تسلط داره یعنی این این هوایی وجود نداره هوایی وجود نداره ولی در کشورهای دیگه مانند کره شمالی و در ایران ادعا میشه اقل در ایران که ما سیستم های بنابرای. سیستم های مدرن ضد هوایی داریم پس بنابراین این یک مطلبی است که به نظر من باید بعدا درباره صحبت کرد که آیا از لحاظ تکنیکی این بمب هزار کیلویی میتونه توسط به طور مثال F 22 هم بشه میتونه توسط بمب های بسیار قوی B52 هم بشه یا فقط توسط هواپیمای باری آنچه که در افغانستان اتفاق افتاد این مسئله است که جداگانه میشه صحبت کرد ولی زیگنالی که به ایران و سپاه پاسداران داده شده این زیگنالی که ما میتونیم هر نوع بونکری رو منفجر بکنیم و اینو به نظر من در انتخابات میشه این ترس و وحشت رو دید دولت آمریکا مطرح کرده که ما از این بمبا به خاطر این استفاده میکنیم که وحشت بر دشمنان بندازیم ببینید آقای لینچی گراهام این جمهوری های معروف آمریکایی که مدت طولانی بر علیه آقای ترام مبارزه میکرد و مخالفت با سیاست آقای ترام میکرد پری روز چنین مطرح کرده میگه من امیدوارم که دشمنان این انفجار بمب با دیده باشند و بدونن در شهر شریف جدیدی حاکمه کلانتر جدیدی کلین جدیدی حاکمه این گفته های لینسی و موقعی که لینسی گرهام به عنوان یکی از مخالفین سرسخت جمهوری اسلامی چنین صحبت رو میکنه طبیعتا تهدیدش ایرانه و جمهوری اسلامی در این شرایط که ما میبینیم به یک ناگهان یه اتفاقی میافته که هیچکس منتظرش نیست و جهانگیری میاد کاندید میشه خب و میخواد در واقع روحانی رو نجات بده دقیقا اینو باید بذاریم کنار برخی تحولاتی که در خارج از کشور صورت میگیره متاسفانه سناتور جان مککین اخیرا در یکی از مهمترین همایش های در واقع تبلیغاتی گروه مجاهدین شرکت کرده گروه مجاهدین دست کم گفته شاسته رضا پهلوی به دلیل مشارکت با صدام حسین در جنگ علیه ایران در دوران جنگ ایران و عراق شایستگی نمایندگی تمامیت مردم ایران رو نداره ولی حضور برخی نمایندگان دولت آمریکا در گروه های اینها که نمایندگان تندرویی هم هستند یا خواهان مبار... مقابله نظامی با ایران از هست... ایالات متحده آمریکا هستند شاعبه وقوع جنگ رو به ارمغان میاره با اینکه شاهزاده رضا پهلوی گفتند که ما نبایستی در هیچ جنگی شرکت کنیم و شرکت در هر جنگی بشه که هر گلوله‌ای به سمت ایران یعنی تعدی به کشورمون و این با خواست انقلاب در ایران یا تحول اجتماعی در ایران با مشارکت مردمی کاملا متفاوته فکر می‌کنید چرا مجاهدین میکوشن که این فکر یعنی فکر جنگ طلبی بر علیه ایران رو تقویت کنن اصلا یه همچی فکر نمی کنن اصلا دنبال یه همچی چیزی هستند و چرا مجاهدین دارین اندازه دارن در دستگاه هیئت حاکمی آمریکا خودشون رو جدی و مهم جلوه میدن خب طبیعی است که مجاهدین با گذشته ای که دارن از طریق انتخابات دموکراتیک در ایران این احتمال وجود نداره که بتونن به قدرت برسن یعنی اگه ما فرضیه رو بریم بذاریم که در ایران فردا رژیم جمهوری اسلامی نظام جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد و در یک نظام دموکرات بخوایم انتخابات آزاد انجام بدیم شک نیست که مردم ایران مجاهدین رو انتخاب نخواهند کرد پس بنابراین اون سوالی که شما کردین باید به این نتیجه برسیم که مجاهدین خواهان جنگ با نظام جمهوری اسلامی هستند یعنی شما توجه مگه باید. جنگ چه پیامدی داره که مجاهدین می فکر میکنن در پیامد جنگ با آمریکا و ایران میتونن قدرت داشته باشن اما در یک روند دموکراتیک انتخاباتی که مردم برن پای صندوق های آزاد رای بهشون رای نمیدن چه اتفاقی اینجا میفته در جنگ در واقع اون نیرویی که در جنگ پیروز میشه میتونه اون گروهی را که میخواد به قدرت برسونه یعنی ما اگه به این فرض یا چنین مطرح بکنیم که جنگ احتمالی آمریکا برای ایران وجود داره خطر جنگ احتمالی وجود داره در واقع همون اتفاقی که در داخل عراق افتاد میتونه بیافته موقعی که شما جنگی رو برای یک نظامی شروع میکنین و این نظام رو ساقط میکنین در واقع تا مدت طولانی این کشوری که این جنگ رو شروع کرده باید نظام جدیدی رو در اونجا به وجود بیاره همونطور که آمریکا در عراق فرماندار نظامی تعیین کرد قریب به 18 ماه دو سال کاملا آقای دواره پاول برمر بله. در واقع فرماندار فرماندار نظامی یا فرماندار عراق بود و در واقع اون تعیین کننده سیاست داخلی سیاست خارجی سیاست نظامی و سیاست امنیتی تمام اتفاقاتی که در اون... عراق... تجربه آمریکا در عراق شکست خورد شکست خورده آقای دکتر خب ببینید تجربه میتونه شکست بخوره ولی ما امروز میبینیم که این با وجود چنین شکستی باز دوباره اتفاقاتی میافته که دنبال یک چنین اقداماتی رفته میشه دنبال یک چنین اقداماتی دولت آمریکا میره موقعی که شما به درستی از مجاهدین خلق صحبت کردیم ببینید در رابطه با مجاهدین این مسئله مطرح که مجاهدین خلق به طور گروهی و سازمانی به خواست آمریکا منتقل شدن به آلبانی، پایتخت آلبانی، تیرانا یعنی شما در تمام تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم و قوانین اساسی کشورهای مختلف نمی‌بینین که یک گروه و یک سازمان پناهندگی سیاسی بگیره در واقع این فرده که تقاضای پناهندگی سیاسی میکنه و آیا قبول میشه یا نمیشه مسئله دیگره ولی در مورد مجاهدین به خواست نیروهای بسیار پرنفوذ در کنگره و رهبران قدیمی و کنونی آمریکا در واقع اینا به طور گروهی از عراق و از پایگاه لیبرتی در بغداد منتقل شدن به آلبانی و پیرانا. پس بنابراین خواست این بوده مسئله مطرح بوده که این سازمان به طور دست جمعی دست نخورده از یک کشوری منتقل بشه به کشور دیگه و این سازمان بتونه نقش خودش رو بازی بکنه موقعی که سازمانی از هم پاشدی شد دیگه شما نمیتونید به سازگی سازمان جدید بسازید این سازمان وجود داره و این سازمان امروز مهره است که آقای مکن در سفرش در روز جمعه به تیرانا مطرح میکنه میگه که مجاهدین خلق در واقع اون الگوی تمام مبارزین راه آزادی در جهانن اینه این, این جمله را خب این جملات بیشتر تبلیغاتی به نظر میرسه تا اجرایی چون همین <تصف> الگوی مبارزات آزادی بخش خلق تا همین چند سال پیش در فرست گروه های تروریستی ایالات متحده آمریکا به دلیل اقدام تروریستی و کشتن آمریکایی ها قرار داشت این تناقض رو چگونه باید دید آقای دکتر تا زمانی که تا زمانی که جنگی اتفاق نیفتاده و من همیشه از جنگ احتمالی آمریکا بر علیه ایران صحبت میکنم و شواهد هم امروز وجود داره که امکان چنین جنگی وجود داره تا زمانی که جنگی اتفاق نیفتاده شما میتونید بگین این جنبه تبلیغاتی داره یعنی در واقع شما میایین یک تشکیلاتی رو در واقع برای زهر چش گرفتن از دشمن نشون میدین و میگین اینها رو ما جایگزین شما خواهیم کرد ولی موقعی که جنگ اتفاق بیافته شرایط کاملا تغییر میکنه ما اینو قبلا مطرح کردم ببینین در جنگ عراق با اینکه بعدها در واقع به هدف رسیده نشد ولی ما میدونیم گروهی به نام احمد چلوی و گروه های احمد چلوی بودند که کوشش کردند پای جورج دبلیو بوش رو به عراق باز بکنن باز و طرح بدین ترتیب بود که ما افرادی رو که از قبل تهیه کردیم افرادی که از قبل آماده کردیم قدرت سیاسی رو به دست خواهیم گرفت ولی خب در عمل به این هدف رسیده نشد ولی میتونه این اشتباه در مورد ایران هم تکرار بشه امروز ما در ایران متاسفانه باید اینو بگیم با شکافی که در داخل اپوزیسیون در خارج از کشور وجود داره در داخل واقعا اپوزیسیون بسیار ضعیفه اپوزیسیونی که امروز در داخل بخواد رژیم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک اپوزیسیون سازماندهی شده وجود داشته باشه شما سراغ ندارید و متاسفانه در خارج از کشور ما یک چنین اپوزیسیون بسیار قوی که سازماندهی شده باشه رو نداریم پس بنابراین در این شرایط اگه جنگی در بگیره خب نیرویی که میتونه مطرح باشه و گزینه باشه نیروی مجاهدین خواهد بود باید به هم همیشه به این در مش... صورت جنگ در صورت همین دلیل هست که مشخصا رهبر بخش عمده از آلترناتیو جمهوری اسلامی در خارج از ایران یعنی شاهزاده پهلوی بارها بارها تاکید میکنن که با هر گونه حمله نظامی یا شرایط حمله نظامی بر علیه ایران مخالفند و میخواهند که مردم پای صندوق رأی برند آیا فکر میکنید که این شرایط یعنی شرایطی که شاهزاده به اشاره کردن به عنوان یک انقلاب ایه. داخلی یک خیزش عمومی در داخل ایران برای کسب مطالبات حداکثری میتونه زمینه هاش فراهم بشه برخی ها معتقدند که انتخابات اخیر آبستان حوادثی است که این دفعه نه در قشر متوسط بلکه در قشر توهیدست و فرودست جامعه ممکنه ایجاد اختشاشات گسترده یا انقلاب های درونی بکنه آیا اینها اساسا ملموس هست قابل قبول هست؟ ببینید آنچه که رضا پهلوی مطرح میکنه بسیار مهمه در رابطه با اینکه جنگی نباید اتفاق بیفته به نظر من ایشون این تجربه رو داره این تجربه عظیم و بویژه در جنگ عراق کسب کرده و امروز این تجربه رو ما در لیبی میبینیم در لیبی اون اتفاق نیفتاد که باید بیافته یعنی طرحی که باید پیاده بشه پیاده نشد و امروز متاسفانه این موضوع یا این مطلب و این بحران شما در سوریه میبینید در سوریه با جنگ عظیمی که وجود داره و حتی آمریکا چنین مطرح میکنه که رژیم بشار اسد امروز اینو مطرح میکنه که در آینده سوریه نمیتونه نقش داشته باشه ولی جایگزین چیست جایگزین بعدی چیست من فکر میکنم رضا پهلوی در این مورد تجربه بسیار بسیار دقیقی داره که هر نوع جنگی در ایران میتونه در واقع اشکالاتی رو به وجود بیاره حوادث جدیدی رو به وجود بیاره که در واقع تمام سررشته مبارزین و کسانی که در این مبارزه شرکت کردند و خواهان آزادی دموکراسی در این هستند اینها نابود خواهد شد در این مورد شکی نیست ولی اون که شما مطرح کردین مسئله انقلاب در ایران باید به این مطلب اشاره بکنیم این مطلب اساسی است و هر انقلابی در واقع شرایطی داره باید شرایط عینی انقلاب وجود داشته باشه در شرایطی که مردم در واقع جانشون رو حاضر باشن در کف دستشون بگیرن بر علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه بکنن ما امروز در شرایطی وجود داریم که چنین شرایط عینی وجود داره مردم این رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوان و رژیم جمهوری اسلامی دیگه قادر نیست این خیلی مهمه قادر نیست در واقع اون از اون سلاح ابزار سرکوبگری که سابقا استفاده میکرده امروز دوباره استفاده میکنه برای متجرش کردن یعنی مردم. شما اینو دارید مقایسه میکنید با انتخابات قبلی در سال 88 در واقع کامله. یعنی میگید امکان سرکوب گسترده مردم در خیابان وجود نداره این بار بسیار کمتر شده چطور این رو بس... میگید ب... در همین مدت تجهیزات سرکوب بیشتری خریداری شده از ماشین های آپاش گرفته تا چه و چه و چه اینها آیا کاربرد نداره در سرکوب؟ ما در سال 1388 با کودتایی که انجام شد و سرکوبی وحشتناکی که از مردم ایران شد در کودتای 1388 در واقع جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی و ولایت مطلق فقی به این نتیجه رسید که ولایت مطلق فقی در واقع از قدرتش کاهش یافت نه تنها امروز ولایت مطلقه فقیه آنچنان وجود نداره که بتونه در واقع چنین مطرح بکنه که تمام سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست امنیتی، سیاست اقتصادی رو در دست داره و اونه که حاکمه و در مقابل خداوند در واقع مسئوله ما امروز میبینیم در جامعه دیگه اون ولایت فقیه مطلقهی که ما ازش صحبت میگردیم چنین بردی نداره حتی احمدی نژاد یعنی عروسک سابق آقای خامنه ای امروز با اینکه آقای خامنه ای مخالفه که این وارد مبارزه انتخاباتی بشه برای که ضربه میزنه به نظام جمهوری اسلامی مهمه ضربه میزنه به نظام جمهوری اسلامی و ستونهای نظام جمهوری اسلامی و رو تضعیف میکنه ما میبینیم که در واقع از اون ابهت و از اون قدرت ولایت مطلقه فرقی روز به روز داره کاسته میشه این واقعیتیه که باید بشه اشاره کرد حتی خود حکومتی ها. در خود حکومتی ها که زیادی امروز در مقابل در مقابل آقای خامنه ای استادگی میکنن امروز ما در داخل حتی پارلمان توجه بکنید در داخل آقای این شکاف سیاسی وحشتناکی که در داخل نظام جمهوری اسلامی وجود داره اینو مطرح بکنیم ما امروز میبینیم که آقای خامنه ای به طور رسمی ادعا میکنه که از ابراهیم رئیسی داره حمایت میکنه در انتخابات آینده ریاست جمهوری ولی همزمان با او افرادی مانند علی لاریجانی رئیس شورای مجلس اسلامی رو مجلس شورای اسلامی و علی متحری معاون مجلس شورای اسلامی و حتی علی ولایتی علی اکبر ولایتی مشاور اول رهبر در کنار روانی قرار دارند چرا؟ برای که وحشت از جنگی دارن اونا میتونن که تنها کسی که امکان داره جلوی جنگ بگیره و شاید جنگ رو خونسا بکنه روحانیه زیر آقای پومبه او یه بار دیگه مطرح بکنیم چنین تهدیدی میکنه که شما باید توافق اتمی رو دقیق اجرا بکنین پس کی میتونه توافق اتمی رو اجرا بکنه کسی که این توافق انجام داده انجام و این آقای روحانی بوده خب. و کوشش میشه که دوباره روحانی در مرحله دوم ریاست جمهوری هم پیروز بشیم آقای دکتر وقت خیلی طولانی تا پایان برنامه نداریم میخوام یه بار نقشه رو بکشیم با اتفاق در جغرافی های سیاسی امروز یک سو رهبر جمهوری اسلامی و اقتدارگره هایی که خواهان استمرار شرایط کنونی در ایران هستند. سوی دیگر اصلاح طلب ها ها هستند که چشم امید دارن به, ال... به, ادامه دولت حسن روحانی و برقراری توازن و موازنه سیاسی با قرب خصوصا اروپا و آمریکا و اینکه این شرایط رو نگه دارن این سمت مجاهدینی هستند که چشم امیدشون به احتمال اقدام نظامی علیه ایران و به قدرت رسیدن در چهارچوب یک برنامه از پیش شده و به عبارتی تنقیه شده به مردم ایران هستند بدون هیچ انتخابات یا هیچ کنه رفراندوم ملی اون سمت گروه های دیگر اپوزیسیون هستند در رأسشون مثلا گروه های وابسته به شاسته رضا پهلوی با هدف برقراری و انجام انتخابات آزاد در ایران و اهدای تعیین حق سرنوشت به مردم خود مردم در این وسط هم در شرایطی قرار گرفتن که درگیر معاش هستند همونجور که شما شاری کردید پنجا و چند میلیون ایرانی زیر خط فقر که بیشتر از هر چیز دیگری به نان شب فکر میکنند این شرایط شرایط بسیار بسیار شکننده یه فکر میکنید قدرت و وزن کدام گروه سیاسی در این جغرافیا میتونه این توازن رو به هم بزنه یا سرنوشت رو تغییر بده ببینید شرط اول هر گونه جنبشی جنبش انقلابی بدون خونریزی بدون خشونت در واقع اینه که شرایط در ایران به وجود بیاد من قبلا اشاره کردم شرایط اینی رو گفتم متاسفانه آن چیزی که در ایران وجود نداره شرایط ذهنی است یعنی ما صحبت از این کردیم شما از گروه های مختلف صحبت میکنیم از مجاهدین خلق صحبت کردیم از جنبشی که رضا پهلوی رهبری میکنه صحبت میکنیم از گروه های در داخل ایران و حتی از جمهوری خواهان در خارج از کشور میتونیم صحبت بکنیم ولی تمام این گروه ها به وحدت نرسیدن تمام این نیروهای اپوزیسیون به وحدتی نرسیدن که بتونن یک وحدت وحدتی به وجود بیارن برای مبارزه برای رژیم جمهوری اسلامی یعنی شرایط ذهنی و رهبری یک چنین جنبشی که بتونه یک چنین رهبری عظیمی رو انجام بده در رأس یک جنبش زده رژیم جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی قرار بگیره متاسفانه وجود نداره تمام کوشش باید این باشه که از جایی که من مطرح کردم شرایط عینی وجود داره شرایط ذهنی هم به وجود داره شرایط ذهنی هم به وجود بیاریم شرایط ذهنی اونه که یک رهبری متشکل واحدی وجود داشته باشه که در رأس این رهبری یک شخصیت بزرگ کاریسما وجود داشته باشه کاریسماتیک که بتونه رهبری بکنه و متاسفانه با امروز نه چنین وحدت حزبی وجود داره نه چنین شخصیتی تونسته مهم تونسته ممکنه شخصیت کاریسماتیک وجود داشته باشه ولی چنین شخصیتی نتونسته تمام نیروهای اپوزیسیون رو زیر یه چتر بیاره بالای رژیم خود سمودستن. جمهوری اسلامی کشیده همواره این اختلاف رو در نهادهای اپوزیسیون جا بندازه و حتی اپوزیسیون سازی داخلی بکنه یک زمانی خود اصلاح طلبها رو به عنوان اپوزیسیون خودش بگه امروز حتی صحبت از این هست که رهبری نیروهای منتقد حکومت اسلامی محمود احمدی نژاد شده این بار در چهره یک رهبر منتقد حکومت حکومت و اینها وارد بازی شده که میخواد روبروی علی خامنه ای این سیاست جمهوری اسلامی در دامن زدن به این شرایط و بحرانی کردن ماجرا چقدر تاثیر داره خب ببینین هر هر ماجراجویی که جمهوری اسلامی برای حفظ نظامش میکنه خطراتی هم با خودش میارید. شما به درستی مطرح کردین عروسکی مانند آقای احمد نژاد جنایتکاری مانند آقای احمد نژاد که پرونده هشت سالش مشخصه دوباره وارد مبارزات انتخابی میشه حتی اگه پشت یک چنین عملی که احمد نژاد انجام میده و خودشو کاندید ریاست جمهوری کرده گروهی و بخشی از نیروهای اصولگراهم ایستاده باشن و این میتونه خطری در تضعیف قانون اساسی یعنی بند مطلقه ولایت فقیه بشه یعنی در واقع مشکل اصلی و مشکل ذاتی جمهوری اسلامی قانون اساسی است و این بند مطلقه ولایت فقیه است و این بند مطلقه ولایت فقیه هر زمانی که نیروهای زیادتری با هم در مبارزه قرار بگیرند در داخل ایران ولو اینکه مصنوعی باشه این خطر رو میتونه به وجود بیاره که در واقع این ساختمانی که پوسیده است ساختمانی که فلج شده و شکننده است یهو فروپاشی بکنه شما اینو در در روسیه در شوروی سابق دیدید بله. آقای ما چندین بار مطرح کردیم آقای دکتر آقا زمانی که روسیه شوروی سابق در مدت چند ساعت فرو کرد آلمان دموکراتیک آلمان شرقی در مدت چند ساعت فرو کرد رهبران آلمان دموکراتی از دولت هزار سال صحبت می‌کردن از حکومت هزار ساله خودشون صحبت می‌کردن در حقیقت آقای دکتر برای شما که حادثه <تصفح> آلمان رو به چشم دیدید و با گوشت و پوست به شهروند وقت دولت آلمان تجربه کردی در برلین شرایط رو فکر میکنید که آیا واقعا میشه این تجربه رو در ایران خودمون هم داشته باشیم که ببینیم یک رژیم استبداد دینی در ایران فرو بریزه و از خاکستر اون یک رژیم مردمی مبتنی بر آراء مردمی یک نظام سازمان یافته دموکراتیک جایگزین بشه طبیعتاً طبیعتا اون چیزی که من مشهر کردم اگه دو شرط اساسی جنبش مردمی در ایران آماده بشه با تمام قدرتی که یعنی سفا... و ذهنیت بله و ذهنیت با تمام ادعایی که رژیم جمهوری اسلامی میکنه با تمام ادعایی که سپاه پاسداران و جنرال سپاه پاسداران میکنن و ادعا میکنن موشک بالیستیکی با برد 2000 کیلومتر دارن ادعا میکنن که بهترین و مجهزترین و بهترین تسلیحات نظامی رو در اختیار دارن من بتون چنین میتونم بگم تجربه ای که من در کشورهای مختلف داشتم تجربه ای که من در آلمان داشتم در همون شبی که آلمان شرقی فروپاشی کرد من در برلین بودم موقعی که دیوار در واقع فروپاشی کرد در زمانی که شوروی سقوط کرد من دو هفته بعد موقعی سوریه به روسیه به وجود آمد در شع... در شوروی سابق و روسیه بودم یعنی در واقع تجربه من و من سقوط حکومت مانند حکومت نجیب الله رو در افغانستان دیدم که قدرتی که شوروی دنبالش بود در مدت کوتاهی سقوط میکنه در واقع با تمام این قدرت نمایی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه و قدرت نمایش قدرت انجام میده و قدرتی که سپاه پاسداران ادعا میکنه داره و هر گونه نطفه صدا صدایی رو که در نطفه ببنده خفه میکنه من میتونم بگم که در مدت 24 ساعت در مدت کمتر از چند ساعت در واقع نظام میتونه فروپاشی بکنه و حتی اگه وقت وقتش بشه 30 ثانیه دیگه ببینین در سال 1388 در اون کودتا زمانی که سه میلیون از مردم ایران به خیابون ها آمدن شرایط عینی و شرایط ذهنی میتونست آماده باشه ولی رهبری خیانت کرد یعنی حسین موسوی و که در واقع در قصد خب اصلا عبور از رژیم نبود نبود دیگه همون شعار, شعار سقوط نظام رو ندادن اگه در همون لحظه آقای حسین موسوی میراسین موسوی شعار سقوط نظام رو داده بود اون سه میلیون در واقع کار رو کرده بودن برای که تمام دستگاه امنیتی نظامی و نظامی ایران و امنیتی اطلاعاتیش در واقع آچمت شده بود اصلا نمیتونه حرکت بکنه و ما در اون شرایط قرار داشتیم و میتونه یک بار دیگه در ایران چنین اتفاقی بیفته بسیار سپاسگزارم جناب دکتر مصطفی دانش تحلیلگر برجسته مسائل سیاسی و خبرنگار پیشین تلویزیون دولتی آلمان که با من در این استودیو همراه بودید و از شما خوبان هم سپاسگزارم به این امید که من و شما هم در روز انتخابات با انتشار تصویر انگشت جوهری نشدهمون به کمپین انگشت پاک بپیوندیم و نشون بدیم رأی و نظر ما با رأی و نظر اون کسی که رأی و نظرش با آقای رئیس جمهور نزدیکتر بود کاملا متفاوته وقت خوش خدا نگهدار